ثبته؟ بریم. سلام بچه ها، چطورین؟ همطور که تو این ویدیو جذاب دیدین، میخوام بهتون یه تکنیک خفن یاد بدم. آقا اگر فروش لباس دارین کار میکنین یا کلن هر محصولی دارین، مثلا عینک فروشی دارین، همینطوری زارت بیای اینو بذاری توی پست و استوری، خب مخاطب رو جذب نمیکنی. یکم خلاقیت بیار توی محتوات. فقط کافیه که نرم افزار فتوشاپ، پریمیر، افتر افکت یاد بگیری، ببین چقدر میتونی محتوای جذاب و خفن باهاش درست کنی. بریم سراغ آموزش این ویدیو. اول از همه نکته رو بگم که این عینکایی که من از بالا برمی‌داشتم می‌بردم جلوی دوربین، اونا همه توی نرم افزار اضافه میشه، اصلا قرار نیستش که الان ضبطشون بکنیم. پس نیاز به چند تا عینک داریم. خب وای میسیم جلوی دوربین و اول از همه جاتون رو توی تصویر یه جوری فیکس بکنید که وقتی دستتون رو میاریم بالا، این دستتون مثلا الان از کادر نزنه بیرون، خب اینجا باشه، جای دستتون رو تنظیم بکنید. بعد میایین رو هوا اینو بر میدارین و میارین جلوی لنز، همینطور دستتون رو نزدیک به دوربین میکنین، انقدری که بتونین. بعدا توی نرم افزار این عینکه رو اضافه کردین، نزدیک شد به لنز، این حالت ترانزیشن رو ایجاد کنین، همطور که الان توی تصویر دارید میبینید. پس ما یه همچین تصویری رو ضبط میکنیم و بعدش میریم سراغ تصویر دوممون. این همینطور یه لوپه، میتونه همینطور ادامه داشته باشه، هر چند تایی که میخواین میتونین تصویرها رو ضبط بکنید. یه لایک نمیکنی؟ یه کامنت نمیذاری؟ خجالت بکش واقعا. حالا همون عینکی که قراره بعدن تو نرم افزار اضافه کنیم، از بالا بیاریم جلو دوربین، همونو برمیداریم. این بار از جلو لنز دوربین یه جوری شیشهشو میگیریم که تصویر خودمون واضح باشه، بعد میاریمش عقب و میذاریمش روی چشمون. حالا اینجا دوباره سرمون رو میبریم بالا، مثلا یه عینک دیگه برمیداریم و اونو دوباره نزدیک به لنز دوربین میکنیم. پس تصویرامونو گرفتیم تا اینجا. تصویر بعدی ما یه عکس از این عینک ها میخواییم. خب حالا من با پرده سبز گرفتم، شما میتونین با بک سفید یا هر چیز دیگه بگیرید، بعدا توی فتوشاپ دورباری کنین، یا حتی اگر میتونین عکسش رو تو اینترنت پیدا کنین که خب خیلی راحت تره. اما اینجا من اومدم اینجور با دستم گرفتم و ازش یه عکس گرفتم. حالا برای که من دستم رو از این عکس حذف کنم چیکار کردم؟ عکس رو بردم توی نرم افزار افتر افکت و یه ماسک ایجاد کردم جوری که از وسط عینک نصف بشه، چون عینکمون قرینه است دیگه، میتونیم این ورش رو بگیریم بندازیم اون طرف هم میراحتی. پس از لایه‌مون یه داپلیکیت میگیریم و از قسمت ترانسفورم اونو فلیپ میکنیم، میرورش میکنیم، برعکسش میکنیم و اینا رو میچسبونیم به هم دیگه. حالا روش راست کلیک میکنیم و کامپ جدیدی ازش درست میکنیم و از افکت‌ها افکت کیلایت رو برمیداریم میندازیم روش و رنگ سبز انتخاب میکنیم و بوم، به همین راحتی عینک ما اینجا حذف شد بک‌گراندش و یه عینک خیلی خوشگل و ترتمیز داریم. حالا فقط کافیه که پوزیشن و اسکیل و روتیشن این عینک رو کی فریم بزنیم، یا اگر دو تا هست سه تا هست هر کدوم که هستش کی فریم میزنیم و بهش روتیشن میدیم که یه مقداری بچرخه و یه مقدارم پوزیشنش رو جابجا میکنیم. حالا نکتهش کجاست؟ جایی که من دستمو میارم بالا رو اون نقطه قرار میدم که میخوام عینک رو بگیرم، دقیقا باید پوزیشنش رو کی فریم بزنیم تو اون نقطه قرار بگیره. پس اینجا میایم چیکار میکنیم؟ اول جایی که دستم بالا هستش لایه عینک رو انتخاب میکنیم، یه کی فریم میزنیم جاشو فیکس میکنیم و بعدش میایم قبلش رو شروع میکنیم به کی فریم دادن عینک رو بالا با این هر جایی که میخوایم قرارش میدیم تا وقتی که رسید به اون کی فریم آخر دقیقا فیکس روی دستمون باشه. با کنترل شیفت دی اینو کاتش میکنیم بیاد روی یک لایه بالاتر قرار بگیره و لایه ویدیو رو انتخاب میکنیم. اینجا بعد از ابزار ترک استفاده کنیم، از قسمت انیمیشن ترکینگ موکا رو میزنیم و دستمون رو سلکت میکنیم. حالا شروع میکنیم به ترک کردن این دستمون و حرکتش تو نرم افزار ثبت میشه، میخوایم اونو نسبت بدیم به همون عینکی که داشتیم. حالا میایم با کنترل آلت شیفت وای یه دونه نال آبجکت میسازیم و از قسمت افکت کنترل میایم اطلاعات ترکمون رو اول میسازیم، تنظیمات مشابه با کار من انجام میدید و اطلاعات ترکمون رو انتقال میدیم به نال آبجکت، یعنی اپلای میزنیم و انتقال پیدا میکنه به نال آبجکتمون. حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که دقیقا از اون فریمی که عینک رو جدا کردیم و توی دستمونه اون لایه رو وصلش کنیم، پرنت کنیم به اون نال آبجکتمون. از اونجا به بعد این حرکتش با حرکت دست من
سینک میشه و ترکمون انجام شده. فقط یه نکته میمونه، وقتی من عینکو خیلی نزدیک میکنم به دوربین اینجا ممکنه ترکتون دیگه در بره یا دیگه کار نکنه. اینجا رو دیگه به صورت دستی خودتون میتونین چند تا پوزیشن و اسکیل کی فریم بدین، جوری که این قطعه ببینید اینور عینک هست، این یه تیکه عینک، خب کار ترانزیشن ما رو قرار انجام بده دیگه، این یه قسمت تصویر ما رو پر کنه، یعنی فول اسکرین بره توی عینکمون. خب حالا میرسیم سراغ قسمتی که خیلی مهمه. اینجا من ابزار شیپ رو برمیدارم، یه شیپ تقریبا شکل همین شیشه عینکم روش میکشم، اینو انتقال میدم زیر لایه عینک تا خیلی تابلو نباشه لبه‌هاش. اوکی، تا اینجا که همه چی آسون، چیزی نداشتش. خب حالا جایی که میخوایم ترانزیشنمون رو ایجاد بکنیم، ما یه لایه ویدیوی دیگه داشتیم دیگه، ویدیویی که عینک رو از جلوی لنز دوربین میگرفتیم میآوردیم عقب، این یکی هم میایم قرار میدیم زیر لایه شیپمون. حالا آلفا مود این لایه شیپ رو جوری تغییر میدیم که هر جایی این شیپ بودش لایه زیری، یعنی اون ویدیوه نمایش داده بشه. پس آلفا این لایه رو تغییر میدیم جوری که این لایه هر جا شیپمون بود نمایش داده بشه. حالا فقط کافیه که لایه شیپتون رو پرنت بکنیم به اون لایه عینکتون، یعنی هر جا عینک بود لایه شیپ هم باهاش جابجا بشه، و وقتی این عینک رو میبرید توی لنز دوربین اینجا ترانزیشنمون عمل میکنه و میره تو تصویر بعدی. و برای اینکه این مقدار جذاب‌تر بشه، وقتی عینک رو یه کوچولو نزدیک به لنز دوربین میکنیم، اینجا اون شیپتونه، همون شیپه که ساختیم رو میتونین اپاسیتیش رو کیفریم بدین، از صفر شروع بشه به 100 تا یه مقدار طبیعی‌تر بشه و کم کم این تصویر دوممون ظاهر بشه. اینم از نتیجه نهایی این ویدیویی که با هم دیگه درست کردیم. و لایک و شیر و سیو و کامنت و سابسکرایب و همه اینجور چیزا دیگه یادتون نره. دمتون گرم، تا آموزش های بعدی هم همراه من باشین.